نام یاد خدا شروع میکنیم. روز پنجم هستش که در خدمتتون هستیم. درست قسمت اول ارزم به حضورتون که ما تابه رو درس دادیم، درسته؟ در اتا تابه رو صحبت کردیم، توابعی که تا حالا کار میکردیم، گفتم اصلا تابه نوشتن در راسته چه جور برنامه نویسیه. دیوایدن کانکره وست نیستش. دیوایدن کانکر، در اتا دیوایدن کانکر صحبت میکردیم. دیوایدن کانکر تفرقه به نسکومات بکن، یعنی که یه برنامه رو به قسمت کوچکتر میشکنه و قسمت کوچکترش کام کنه حل میکنه. خب برای دیواید اند کانکر روش های متفاوتی وجود داره. روش متفاوتی من میتونم قسمت های بدم اونا برام حل بکنم. یکیش تابه است، یکیش کلاسه، یکیش چیه؟ ماژوله. کنار ما انشالله جلسات بعد با هم میبینیم. تابه دقیقا به هم مفهومی هستش توی ریاضی وجود داره، یعنی به ازای یه ورودی چیه یه خروجی برمیگردونه. منتها تابه‌ای که ما جلسه قبل داریم توابع بودن که بر نمیگردونن، توابع بودن که مصرف میکردن، یعنی مثلا چند تا خط رو میگرفتم، یه اسم رو میگرفتم، بعد به ازای اون یه اسم یه دستورات رو اصطلاحا چیکار میکردن؟ اجرا میکردن. خب چنین توابعی رو میخواییم چیکار بکنیم؟ میخواییم اصطلاحا پیاده سازی بکنیم. خب من میام میگم که اولا من یه تابه میخوام تعریف بکنم، ببینم آیا این تابه مثلا یه عدد بگیره به توان دو بکنه و چاپ بکنه برای من. موافقین؟ تجربه بود میگفتیم دف اسکوئر ایکس اسکوئر چکار میکنه؟ میاد، نمیدونم خوب بچه آنلاین خوب میبینید یا نه، میاد مثلا میگه آر مساویه ایکس به توان دو، بعد میگیم بیا پرینت بکن چی رو؟ آر رو. درسته؟ اینجا می نوشم که if name مساویه چی؟ مساویه می. خب میام مثلا میگم اسکوئر پنج، اسکور پنج بهش بدیم چی میشه؟ چه خروجی برامون تولید میکنه؟ چی تولید کرد؟ چند؟ 25. الان من میخوام یه تابع دیگه معرفی کنم خدمت شما. میخوام بگم آقا یه تابع مثلا داریم دف مثلا مربع مثلا یه عدد میگیره تا اینجاش اینه همینه بعد میگم چی؟ بیا ریتم بکن آر رو. ریتم بکن چی رو؟ آر رو برمان چکا بکن؟ ریتم بکن. ماهان ریتم یعنی چی؟ برگردون. درسته؟ مثلا می‌نویسم مربع مثلا سه. مربع سه چکار میکنن؟ ببینید گرفت محاسبه کرد، حالا ممکنه پرینت بکنه ممکنه پرینت نکنه، درسته؟ مثلا ممکنه من پرینت بکنم ممکنه پرینت نکنم. مثلا میام اینجا می‌نویسم آقا مربع چم؟ مربع سه. اینجا می‌نویسم مربع سه، برای من نشون میده مقدارشو، پرینت نکنم ولی میذارم نشون میده. حالا اون که تابه چی بود؟ اسکوئر بود. میگم اسکوئر مثلا چی؟ 20. خب اینم نشانه، اینجا فرق نمیکنه چون اسکوئر خودش چیه؟ پرینت میکنه، ولی مربع پرینت نمیکنه، اونجا که نه فراخونده برمیگرده. حالا من اینجا میگم آقا مربع 3 چی میشه؟ نشون نمیده. نشون میده؟ نه نشون الان نشون نمیده. همون دستور رو مثلا میتونستم پرینتش بکنم،
میتونستم میگم آقا مربع 3 رو حساب کردی برای من پرینت کن، 3 به توان 4 میشه چند؟ 8 شده. حالا بیام اینجا بنویسم اسکور 5 چی میشه؟ اسکور 5 چی میشه؟ چی شد؟ اسکور 5 25 رو چاپ کرد، ولی ببینید اسکور 5 رو میگیره. آقای علی نقیب 5 رو میگیره چیکار میکنه؟ 5 به توان 2 میشه 25، 25 رو چاپ میکنه، ولی 25 رو بر نمیگردونه که اینجا مقدار 25 رو بر نمیگردونه که اسکور 25 محاسبه بشه. چی میشه؟ نان میشه. یعنی یه مقدار بی خودی، هیچی، درسته؟ درسته که من جنوشم مربع 3، 3 رو گرفت به توان 2 کرد 9 رو برگردون، انگار 9 رو گذاشیم اینجا، انگار 9 رو گذاشیم. بعد مربع 9 چی میشه؟ میشه 81، درسته؟ شد چند؟ 81. یعنی اون مقدار ریترن رو برمیادن، ولی بالش مقدار ریترن رو برگشت نمیدهد. اوکیه تا اینجا؟ یا نوکیه؟ متعدش؟ چیه؟ مثل تابه است. خب الان میخوام یه تابه بنویسم که برام، پس این با اجازهتون اینو من پاک میکنم، میخوام توابه بنویسیم که مقدار برگشت میبرم. حالا میتونیم مقدار رو چاپ بکنیم، میتونیم چاپ نکنیم. الان یه توابه میخوام بنویسم که چیکار بکنه؟ مکعب حساب بکنه. میگم دفه، حالا مربعی هم داره اسمش زایه هستی ها، موافقی؟ چی میذارم؟ این ها میذارم اسکور هست، درسته؟ الان اسکور ما مقدار برم. حالا تا میخوام بنویسم مکعب رو برام بهم بده. مکعب میشه دف چی؟ کیوب ایکس. خب چی ریتم بکن؟ ایکس به توان چی؟ 3. سمیان میگم بیا پرینت بکن کیوب چی؟ کیوب مثلا 10. کیوب 10 چی میشه ماهان؟ میشه هزار، درسته؟ حالا آمدیم نوشتیم آقا پرینت کیوب خالی چی میشه؟ چرا خطا میده؟ چون بهش نگفتیم اگر شما مقدار نداشتی خودت مقدار اولیه رو چی در نظر بگیر؟ اگه گفتیم کیوب خالی خود مقدار اولیه چی در نظر بگیر؟ صفر در نظر. حالا آمدیم گفتیم کیوبه مثلا اسکوئر چی؟ مثلا 3. چی میشه؟ میشه 3 به توان 2 9 به توان چند؟ 3. درسته؟ ببینیم ما تا الان با توابان کار میکردیم. توابه که کار میکردیم مثلا یکیش چی بود؟ یه تابه که کار میکنیم اینپوت بود. اینپوت چی کار میکرد؟ از کاربر میسه اینجا نمیشه پلیز چی؟ انتر انامبر. منطقه اینه باید تبدیل به چی میکردی؟ این اینپوت رو باید تبدیل به چی میکردی؟ میدادیم به اینت، اون تبدیل میکرد به عدد صحیح. میگم گفتم نگفتم اینو میگم ها؟ کم گفتم زیاد میگم میگم پند میشه این عدد، درسته؟ آیا علی نقی میخواد یه نسکافه بگیره برای من به خاطر توضیح؟ خب ببین آیا علی نقی، من الان اسم ماژولم چیه؟
اسم ماژول هم چیه؟ پیه. درسته؟ اولا اسم ماژول رو اسم متغیر سیو میکنیم. مثلا نمی‌نویسم 5 6 عدد نمیذارم، با حروف انگلیسی شروع میکنم. حالا خیلی اینجا دیگه خلاصه نوشتم، نوشتم پی. خب دوما اسم ماژولی که مثلا پی گذاشتیم میخوام ایمپورتش بکنم. می‌نویسم ایمپورت چی؟ پی. چه نوشتم ایمپورت پی؟ وقتی ایمپورت پی میکنم، حالا میتونم بیام از توابعش استفاده بکنم. مثلا میگم پی دات اسکوئر، پی دات اسکوئر چی؟ چند تا تابع دارم؟ دو تا تابع داریم، درسته؟ 3. و من نوشتم ایمپورت پی، پی دات اسکوئر چی؟ 3. خب وقتی من نوشتم ایمپورت پی، آیا این قسمتی که اینجا بود اجرا شد؟ آیا این قسمت اجرا شد یا نشد؟ این یه تیکه اجرا شد یا نشد؟ ها؟ نشد دیگه. بذار من یه برنامه دیگه باز بکنم، یه ماژول دیگه. اینجا چی می نویسم؟ جفتش توی فولدره. اینجا می نویسم ایمپورت چی؟ اینجا می نویسم ایمپورت پی. بعد اینجا میگم بیا پرینت بکن پی دات چی؟ اسکوئر چند؟ 10. درسته؟ اینو اجرا میکنم، این کجاست؟ داخل اسم اینو مثلا میذارم پی 5. پی 5 نگاه کنید، ایمپورت پی نوشتم. آیا این قسمت این یه تیکه که داخل مین بود اجرا کرد یا اجرا نکرد؟ اجرا نکرد، فقط از اینا به عنوان ابزار استفاده کردیم، درسته؟ حالا من اینا رو برمیدارم از اینجا، چکار میکنم ماهان؟ این مدده ها شدم برای اینکه هیئت رو به گریه وادار بکنم. میگه مثلا حاج علی میدونی چی شد؟ مدده ها اینجوری باید برای اینکه چی بگیره؟ یه پاسخ ازش بگیره، خب شور بگیره. الان اگه اینجوری اجرا بکنم، ببینید دو سری اجرا شد. چرا دو سری اجرا شد؟ یه بار اینجا اجرا شد، یه بار هم این اجرا شد، یعنی فرقی نکرد. حالا میام اینجا، میام اینجا مثلا اینو فرض کنیم نداری، میام اینجا تو همون فولدر یه فایل دیگه باز کردم به اسم پی فایل، اینجا میزنم اینو اجرا میکنم. ببینید من اینجا دارم فقط اسکوئر رو دارم چاپ میکنم، اسکوئر 10 ایمپورت کردم پی، ولی میره چیکار میکنه؟ میره اون تابع اون ماژول پی رو هم اجرا میکنه، چون بدنش رو داخل چی نوشته؟ داخل if name main ننوشته. اگر داخل if name main بود، موقع که ایمپورتش میکردیم دیگه اجرا نمیشد، چون اینا بیرون if name main هستش، چون اینا بیرون if name main هستش. من اینجا وقتی میام برنامه رو اجرا میکنم، با اینکه اونو دارم ایمپورت میکنم، میاد بدنش رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. در اصل که احتیاج به اجرای بدنی اون نداشتیم، فقط میخواستیم از چی استفاده بکنیم؟ فقط میخواستیم از اسکوئر یا کیوب استفاده بکنیم. چی؟ یه بار دیگه ببینیم. یه بار بپرسیم، من دو تا ماژول دارم، یه ماژول پیه، یه ماژول چیه؟ پی فایل. ماژوله، بله، اصلا به این فایل میگیم ماژول. شما ماژول نه، ماژول ببینید، ماژول میتونه سیستمی باشه، مثل رندوم، مثل دیت تایم که تاله استفاده کردیم، میتونیم خودمون بنویسیم. ماژول میتونه با سی نوشته بشه، سی پلاس پلاس ممکنه با پایتون نوشته شه، که این با چی نوشته شده؟ با پایتون. اینو در فایل های در واقع ماژول. و اصلا فایل ماژول. خب به این فولدر هم میگیم پکیج. از جای دیگه هم میشه میتونید دانلود کنه. شما اون آره یه تکنیکی داره، اونا رو با سی پلاس پلاس نوشتن، آوردن لایبرریش اینجا اضافه کردن. مثلا یه سری ماژولات داخل خود پایتون هستش دیگه. درسته؟
میخوام ماژولا رو ببینم کجا هست. اینجا می‌نویسین import sys sys.chi path و این ماژولا اینجاست. نمیخوام مثلا SQLite 3 ببینید تست، این هم ماژولای هستش که داخل سیستم چیه وجود داره. تو پایتون سی هش اگه بریم در واقع همون لایبری ها که وجود داره در قالب حتی اسکریپت نه. خب بعضی از اینا مثلا میره با خود سی نمیشه، اینا بعضیشون با پایتون. اوکی اوکی چن ولی ایمپورت که میکنه میشناسه اینجا رو. ایمپورت کجاها رو میشناسه؟ اونجاهایی که توی سیس پت وجود داره. یکیش چیه؟ سی پی آر جی. سی پی آر جی چیه خانم مولا قاسمی؟ پوشه که من الان توش هم برنامه می‌نویسم، درسته؟ به خاطر این پس من اگه یه فایل اینجا بذارم میشناستش. این هم که سیستمی اینه، مثلا تو سیستم من شده سی یوزر استیودنت، تو سیستم شما یه چیزی هست. موقعی که آیدل باز میکنیم این پتتون رو میارم. اوکی تا اینجا. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ من یه برنامه نوشتم به اسم پی. برنامه پی من کو؟ این برنامه پی من. مثلا من میخوام این از یه ماژول چه توابعی وجود داره، منظورتون اینه؟ مثلا حالا نمیدونم شاید سوالتون مثلا من می‌نویسم import random. خب من می‌نویسم import random، درسته؟ این حالا مثلا اجرا کنم، یه بار بعد اجرا بکنم تو حافظش میاد. حتی توی زبان دیگه اینجوری نیست. خب توی ببخشید مثلا VS Code استفاده کنید همون می‌نویسین کافیه. حالا اینجا می‌نویسم random dot dot که می‌زنیم یکی دو ثانیه صبر کنیم خودش میاره. اگه منظورتون اینه بهم میگیم اتو کامپلیت، بهم میگیم چی؟ اگه خواستیم سریع‌تر بیاد نقطه رو می‌زنیم کنترل اسپیس رو می‌گیریم، اول کنترل بعد اسپیس، اول اسپیس بگیم نمیشه، کنترل اسپیس رو می‌گیریم. مثلا نوشته چی؟ نوشته چویس، پرانتز رو باز میکنم، الگوشو نوشته. چه نوشته؟ نوشته choose a random element from a non-empty sequence. گفته از این سکونسه یه دونه رو انتخاب کن. حالا ببینیم این سکونسه شاید یه لیست باشه، مثلا 2 3 6 10 11، درست میگم؟ حالا اینو میگیم چیکار بکن؟ میگیم اینو مثلا برای من پرینت بکن، مثلا اینو میذارمش کنار. میگه اینو برای من چیکار بکن؟ پرینت بکن. چی نوشت؟ 11. خب بله ببینید هر دفعه چیه؟ اگه من اینجا مینویسم چی؟ مثلا مینویسم شیر سفتابی نهایت درسته چی؟ آره نه بی نهایت که نیست، یه چیزی داره حد میتونیم بهش بگیم. آره به الان چی نوش؟ خط چکار داره میکنی؟ درسته؟ چویسه دیگه شیر یا خط داره میکنیم. خب حالا مثلا اینجا ممکن من چی بنویسم؟ اینجا بیام بنویسم مثلا رندوم چویسه، مثلا رنج چی؟ مثلا رنج یک تا هفت چی میشه؟ تاس میندازیم. حتی تبدیل به بعد چی میکردیم؟ بعد لیستش میکردیم. این تاس داریم، درسته؟ حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که آه میگه آیا علی نقل پرسید اینو من اینجا بذارم
این اینجا باشه یا کجا باشه یا داخل if name main باشه. اگه برنامه رو من اجرا بکنم ببینید چه اتفاقی میفته. اگه برنامه رو اجرا بکنیم چه داخل if name main باشه چه اون بالا باشه فرقی نمیکنه، درسته؟ الان چی داره برام چاپ میکنه؟ یه عدد داره چاپ میکنه. حالا میام داخل این یکی برنامه، اینجا چی نوشتیم؟ اینجا نوشتم import p، نوشتم import p. اینجا من وقتی p رو فراخوانی میکنم ببینید چی میشه؟ یه سه داره چاپ میکنه. چرا یه سه داره چاپ میکنه؟ چون اون یه خطه داخل if name main نیست، داره بدنش رو داره اجرا میکنه. حالا من میام اینو این پی نیا کنید، اینو اجرا میکنم، این خط رو اجرا میکنم. حالا من میام اینجا چکار میکنم؟ اینو از اینجا ور میدارم، یا اینجا ور میدارم، میندازم کجا؟ میندازم اینجا، درسته؟ الان که اجرا میکنم با اون قبلی که فرق نمیکنه، فرق کرد؟ نه. دوباره میام اینجا ایمپورتش میکنم، ببینید یه بدنش اجرا نمیکنم. ما چرا ایمپورتش میکنیم؟ من میخوام ایمپورت بکنم که مثلا از چی استفاده بکنم؟ مثلا تابع اسکوری که اونجا نوشتم استفاده بکنم، نه که بدنش اجرا بکنم. چون وقتی اینجا مثلا می‌نویسه ایمپورت رندوم، خب وقتی اینجا می‌نویسه ایمپورت رندوم میره بدنه رندوم براتون اجرا میکنه؟ میره بدنه رندوم براتون اجرا میکنه؟ نه، بدنه رندوم که براتون اجرا نمیکنه که. مثلا import random میکنم که مثلا بنویسیم random.choice random.randrange، درسته؟ اون random.randrange یا choice یا مثلا هر چیز دیگه ای اونا توابعی هستن که در داخل random تعریف شدن. اوکی شو؟ متوجه شدین؟ خیلی پس این از این. پس من میام اینجا داخل تابع خودم رندوم رو پاک میکنم، اینا رو هم پاک میکنم، شلوغ پلوغ نشه، اینا هم پاک میکنم. خب یک کیوب دارم، با چی دارم؟ یک اسکوئر دارم. حالا مثلا میتونستم داخل کیوب چی بنویسم؟ بنویسم اسکوئر x به توان 2 ضرب در x، درست یا نه؟ درست هست؟ ما کلی هم منطقه چیز نداره چی؟ ایکس پنج؟ چرا پنج؟ چند دادیم بهش؟ ده ایکس دو رو به دام دو برسیم ایکس چهار میده در یه ایکس هم داد که ایکس پنج کیو بس آم برخشید اصلا من حواسم میسره من قاطی کردم برخشید ایکس به توان دو ضرب در ایکس، درسته؟ من یه بار این بار توان گرفتم یه بار اون دو توان میشه چند؟ میشه هزار. منظورم که یه تابر داخل تابلی میتونیم کال بکنیم. اوکی تا اینجا؟ خب حالا یه تابه میخوام بنویسیم تمرینتون، یه عدد بگیره مقسوم علیه عدد رو برگردونه، موافقی؟ یه تابه بنویسیم یه عدد بگیره مقسوم علیه عدد رو برگردونه.